بینندگانم خدا به بارز سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز یکشنبه دهم ماه جدی سال 1396 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. 17 کشته و 14 زخمی در یک انفجار در یک مراسم به خاک سپاری در ولایت ننگرهار. باهی در تبصراتا او فوجوم لید لغاول صف کسان چې څومره ټول مړه او زخمیان دي تر څو رامن ډکړي د انفجار چې قتل مو جو ګرد د خلک دي چې د سی پراتی دي لکه مرغی پر کم باندې افزایش حملات هوایی در زمستان امسال در برابر گروه های عراس افغان در کشور عملیات ما هر جایی که ضرورت باشه و که قطعات ما عملیات خود چی بکنه ما به خاطر مایه از اونا قطعات زمینی خود قوای اوی آماده است. انتقال افزارها و برگه های ثبت نام شناسنامه های برقی به ریاست جمهوری برای آغاز توزیع شناسنامه ها. ماه میزان سال آینده اعلام تاریخ تازه برای برگزار انتخابات پارلمانی است. کمیسیون مستقل انتخابات با نگاه زود گذار بر رویدادهای مهم سال 2017 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در یک انفجار در ولایت ننگرهار 17 تن جان باختن بعد در حدود 14 تن دیگر زخم برداشتن. این رویداد پس از چاشت امروز در گورستان مقام خان در شمال شهر جلال آباد هنگام رخ داد که یک مردم در یک مراسم جنازه شرکت کرده بودند. تمامی قربانیان این انفجار غیر نظامیان گفته شدند. زیار یاد گزارش می دهد. این رویداد پس از چاشت یک شنبه در مراسم به خاک سپاری رئیس پیشین شورای توسعه ولسوالی از کمینه ننگرهار رخ داد. گواهان میگویند که انفجار برخواسته از مواد منفجره بود که در یک ریکشا جاسازی شده بود. باهی در تبصراتا او فوجوم لید لغاول صف کسان چې څومره ټول مړه او زخمیان دي تر څو رامن ډکړي د انفجار چې قتل مو جو ګرد د خلک دي چې د سی پراتی دي لکه مرغی پر کم باندې نور دا هر سړی هم دا خولی لاس کې نیولې و چې دا ډېرې دا سپله کې ورسه پراتی دي نو پروردیګار دې دوی نیست نابود کی په دغه کار باندې دا خو نه مسلمان خو داسې کار نه کوي. در امین المقام های ساعت عامه ننګرهار تمامی قربانیان این رویداد را غیر نظامیان میگویند. د ټپیانو درملنه روانه ده. دم ګړې د ټولو وضعیت ښه ښودل شوی او په دې هڅه کې یو چې ښه خدمات ورته وړاندې موږ خپله جنازه ونه سوه کړی. موږ دا وسه او دا توپیک موږ پیدا نه مونه جنازه پاتې شوه. یوه پاتې شوه ښه دېرش هم پکې خوا دی نو بم معلومات نه سره دا په دېرشکه کې و د موټرسایکل کې دا معلومات یې نه و. داسې قضیه او بداره کړم هر سړی په خپل درد او په غم باندې اخته و زخمیان او مړي ګاړو ته خځوله. تاکنون هیچ ګروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. فرمانده عمومی نیروهای هوایی میگوید که در زمستان امسال عملیات های هوایی در برابر گروه های عراس افغان شدت می‌یابند. جنرال شایب تاکید می‌ورزد که در 9 ماه گذشته 1900 عملیات هوایی را در برابر عراس افغانان در بخش های گوناگون کشور انجام دادند. در این حال وزارت امور داخله میگوید که در حال حاضر عملیات های زمستانی در 12 ولایت آسیب پذیر کشور ادامه دارند. شریف امیری گزارش می‌دهد. در فصل سرما که نبردها تا اندازه فروکش می کنند، نیروهای دولتی هم اندک فرصت نفس کشیدن و رسیدگی به مسائل آموزشی دست می آبند. اما در کنار آن از میان برداشتن تهدیدهای مخالفان مسلح دولت در بخش های آسیب پذیر نیز در این فصل یکی از مأموریت های مهم این نیروها دانسته می شود. مأموریتی که بیشتر بار آن را نیروهای هوایی کشور باید بردوش بکشند. فعلا من عمل ببینید که عملیات ما در هلمند فعلا جریان داره، در اروزگان جریان داره، به طرف فاریاب جریان داره. فعلا عملیات ما هر جایی که ضرورت باشه و که قطعات ما عملیات خود چی بکنه ما به خاطر مایه از اونا قطعات زمینی خود قوای اوی آماده است.
این فرمانده نیروهای هوایی از کارایی‌های جنگنده MD530 در میدان‌های جنگ می‌گوید و اینکه در دو سال گذشته استوارترین سطح‌های مخالفان مسلح دولت را با همین جنگنده‌ها آماج قرار داده. بسیار دقیق، بسیار راکت حمل می‌کنه و راکت ها می‌تونه که ما موضوع مخالفین و وسایلشان دولت چی باشه می‌تونه که از بین ببرش. چقدر میشه که رو بده سواردی؟ این مدت تقریبا دو سال میشه که این تیارات برای ما رسیده و فعلا هم در پلان انکشافی ما دیگه از این نوات تیارات هم خواهد باشتیم. با این همه وزارت امور داخله نیز از ادامه عملیات‌های زمستانی در 12 ولایت کشور خبر می‌دهد. عملیات‌هایی که در همکاری با نیروهای خارجی به پیش برده می‌شوند. هدفی است که ما در سال جاری او ساحات را که بیشترین ناامنی را داشتیم و دشمن بیشترین حرکت را در این ساحات داشت، این را به کلی از بین ببریم تا اینکه در بهار سال آینده وضعیت تغییر بکنه. این نیروها در 9 ماه گذشته 27,000 پرواز را انجام دادند که از این میان 1,900 پرواز این نیروها به خاطر آماج قرار دادن مخالفان مسلح دولت بوده است. اما نبود جت ها و جنگنده ها هنوز هم در تشکیل نیروهای هوایی کشور یکی از کمبودی های مهم گفته می شود. شریف امیری، تولونیوس. اداره ثبت احوال و نفوس آمادگی هایش را برای توزیع شناسنامه های برقی نهایی ساخته است و برگه های ثبت نام را نیز به ریاست جمهوری فرستاده است. مسئول دفتر رسانه های این اداره می گوید که این اداره انتظار تصمیم رئیس جمهور غنی را می کشد تا آقای غنی کدام روز را برای آغاز این روند تعیین می کند. انیسه شهید جزئیات را گزارش می دهد. شمارش معکوس برای توزیع شناسنامه های برقی آغاز شده است و کارمندان اداره ثبت احوال نفوس تمامی آمادگی ها را برای توزیع شناسنامه های برقی گرفتند. نخستین شناسنامه را رئیس جمهور خواهد گرفت و این اداره برگه های ثبت نام را بر ریاست جمهوری فرستاده است. فرماها را بر خانه‌پوری روان کردیم بر ریاست جمهوری، تیمای را معرفی کردیم برشان و قرار هست که تقسیم اوقات از جانب ریاست جمهوری به ما اعلام شود. منتظر هستیم که تقسیم اوقات بر ما اعلام بکنن و طبق قوانین و عرف دیپلماتیک شما میفهمین که این یک پروسه بزرگ ملی هست که تا ما بر رئیس جمهور تذکره نتیم نمیتونیم توزیع تذکره بر شهروندان شروع بکنیم. با آنکه شماری از نمایندگان مجلس درباره توزیع شناسنامه های برقی با درجه واژه های ملت و قوم در شناسنامه ها مخالف هستند، اما کمیته مختلط شورای ملی که فرمان تقنینی رئیس جمهور را تایید کرده است بر توزیع این شناسنامه ها تاکید می ورزند. اتهام وارد میکنند که اینا معامله کردند در حالی که در کمیسیون مختلط اکثریت حاضر بودند و این تصویب شد. هیئت اداری ته ټولو ته اطمینان ورکوو د خیرش دا موضوع خلاصه ده. په در راتلونکې ورځو کې به د خیر سر رسمي کار شروع شي. اوله تذکره به ولسمشر اخلي، بیا به انشاءالله ټول افغانان به د دې تذکرو څخه برخمن کیږي. با گفته رئیس ثبت نام اداری ثبت احوال نفوذ، 5 پایه از این وسایل بر ریاست جمهوری برای که رئیس جمهور تذکره بگیره فرستاده شده، اما با آن هم ریاست جمهوری و ریاست اجراییه هیچ کدام حاضر نیستند تا به رسانه ها گفتگو کنند و بگویند که آیا رئیس جمهور برای گرفتن تذکره آماده است در این هفته یا نی. قرار است فردا مجلس نمایندگان وزیر نجیب آب را از بهر آنچه که کمکاری در ساخت و ساز بندها و نیز چگونگی مصرف بودجه این وزاره در قطعه سال 1395 هجری خورشیدی گفته می شود استیضاح کند، اما برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی این استیضاح را یک توطئه سیاسی در برابر وزیر نجیب آب می دانند و می گویند که شمار از نمایندگان که خواستهای شخصیشان از سوی این وزیر رد شده اند این استیضاح را سازماندهی کردند. مسعود انصار گزارش می دهد. مصرف کمتر از 60% بودجه وزارت انرژی و آب و نیز کمکاری در شماری از پروژه های ساخت بندها از جمله علت های گفته می شوند که پای علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را به استیضاح کشانیده است. اگر کوم معیار سی منګه ورته ټاکلی و هغه دوی نه و پوره کړی، یو وجه یې دا وه. بعضې د وکیل صاحبانو دلایل و چې بعضې کوم بندونه وو په هغه کې پیسې نورو ته انتقال شوې وي او همدارقم تر نور په اداراتو کې بعضې مشکلات و نو درې وجوهاتو له وجې نه د استیضاح ته برابر شوی. اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان حلقه هایی را در داخل مجلس نمایندگان به توطئه در برابر وزیر انرژی و آب متهم می سازند.
حلقات در پی دسیسه هستند، به خصوص شرکت های مافیایی که کار کرده نتونستند و قراردادهایشان از جانب ریاست محترم جمهوری قبلا فسخ شده، در صدد ازی هستند با در تبانی با بعضی از دوستا و همکارای ما که بتانند وزیر انرژی و آب سلب اعتماد بکنند. اکنون پرسش اینجاست که کار کرده آقای عثمانی چگونه بوده است؟ اکثر مطلق وکلا فقط منافع شخصی خود را میبیند، حتی قومی نمیبیند. گزارش های هم وجود دارند که در این اواخر میان وزیر انرژی و آب و رئیس جمهور درباره استخدام برخی از کارمندان و مشاوران و نیز درباره ساخت چند بند اختلاف نظرهای به میان آمده است. سرانجام روند گزینش یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات به گونه رسمی آغاز شد و ریاست جمهوری از تمامی کسانی که میخواند به حیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده شوند میخواهد که سندهایشان را تا 3 روز دیگر به دبیرخانه کمیته گزینش بسپارند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بر بنیاد حکومت تازه رئیس جمهور کمیته گزینش کارش را دیروز دوباره آغاز کرد و تا چند روز دیگر سرنوشت یک عضو کمبود این کمیسیون روشن خواهد شد. در این حال دیده باون انتخابات این حکم رئیس جمهور را غیر قانونی می داند. در این باره نرگس موسوی گزارش دارد. روز شنبه رئیس جمهور حکم تازه‌ای درباره گزینش یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات صادر کرد و از تمامی کسانی که واجد شرایط هستند و علاقه دارند که در این کمیسیون عضو باشند خواسته است تا سندهایشان را تا 3 روز دیگر به دبیرخانه کمیته گزینش بسپارند و پس از ارزیابی این سندها چند تن برای عضویت کمیسیون مستقل انتخابات نامزد خواهند شد. کمیته گزینش تشکیل شده و اینا از تاریخ 10 تا تاریخ 13 اعلان کرده که درخواستای مردم را بگیره و اونا امتحان و یا انترویو بعد از اینکه اشخاص واجد شرایط میگیره 3 نفر برای رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان معرفی میکنه و 1 نفر از اونا به صفت کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات ما معرفی میکنه که ما خوشبین هستیم انشاءالله که این عمل و این کار به زودترین فرصت صورت بگیره. در همین حال دیدبان انتخابات این حکم ریاست جمهوری را درباره آغاز کار دوباره کمیته گزینش خلاف قانون انتخابات میداند و میگوید رئیس جمهور باید در 7 روز عضو باقی مانده این کمیسیون را معرفی میکرد. سر واضح در ماده 16 قانون انتخابات گفته که رئیس جمهور به خاطر یک عضو کم بوده در مدت 7 روز باید از لیست قبلی که 14 نفر مانده انتخاب بکنه. پیش از این اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به حکومت هشدار داده بودند که اگر بیدرنگ عضو کمبود این کمیسیون را معرفی نکنند آنان درباره انتخاب رئیس و معاون این کمیسیون تصمیم خواهند گرفت. انتخابات پارلمانی در ماه میزان سال آینده برگزار خواهد شد. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در یک نامه رسمی که بر روز 29 ماه قوس صادر شده است گفته است که بر بنیاد تاریخی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده است تمامی دفترهای این کمیسیون در 3 روز برنامه های کاریشان را به این کمیسیون بفرستند. این کمیسیون به دفترهایش دستور داده است تا آمادگی هایشان را برای انتخابات ماه میزان سال آینده بگیرند. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه این خبرها از طلوع و طلوع نیوز. سال 2017 میلادی با تمامی فراز و نشیب‌هایش امروز به پایان میرسد. در این سال جهان گواه رویدادهای گوناگون بود و همین رویدادها این سال را از سالهای پر رویداد با مهم دهه‌های اخیر ساختند. سوگند وفاداری دونالد ترامپ، برگزیده شدن دوباره حسن روحانی به حیث رئیس جمهوری ایران، بر کناری نواز شریف از نخست وزیری پاکستان، قدرت گرفتن محمد بن سلمان پادشاه عربستان سعودی و آزادی‌های نسبی زنان در این کشور از مهمترین رویدادهای این سال هستند. در این سال داعش نیز پس از 3 سال در عراق شکست خورد و بخش‌های بزرگ از قلمروش را در سوریه نیز از دست داد. در این گزارش نگاه انداختیم به این رویدادها و برخی از رویدادهای مهم دیگر در این سال. سال 2017 میلادی با یکی از مهمترین رویدادها در جهان رقم خورد.
دونالد ترامپ که برنده انتخابات سال 2016 میلادی در آمریکا شده بود، در 20 ماه جنوری سال 2017 همچون 45 رئیس جمهور آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد. من دونالد جان ترامپ سوگند یاد می کنم که وظایف ریاست جمهوری ایالات متحده را با صداقت به پیش ببرم. یک سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم در حال به پایانش نزدیک می شود که در این مدت سیاست های او مانند بیرون ساختن آمریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس، پرتاب مادر بمها بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، آماج قرار دادن یک پایگاه نیروهای دولتی سوریه و تنش های سیاسی با دموکراتان از مهمترین رویدادهایی بودند که جنجال برانگیز شدند. یکی از تصمیم‌های جنجال برانگیز ترامپ به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس همچون پایتخت اسرائیل بود که اعتراض‌های گسترده مسلمانان جهان را برانگیخت و سازمان ملل متحد نیز بر ضد آن رأی داد. در 20 ماه می سال 2017 میلادی حسن روحانی رئیس جمهور اصلاح طلب ایران دوباره در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. این در حال است که ایران در روزهای اخیر این سال به شمول امروز گواه اعتراض‌های ضد دولتی و ضد نظام در چندین شهر این کشور بود. در 28 ماه جولای سال 2017 نواز شریف از سوی دادگاه عالی پاکستان سلب صلاحیت شد و کرسی نخست وزیری را از دست داد. او با اتهام فساد مالی روبروست اما این اتهام را نمی‌پذیرد. در سال 2017 عربستان سعودی گواه تغییرات بزرگی بود. در این سال محمد بن سلمان با ولیعهدی عربستان سعودی رسید و طرح‌های بلند پروازانه را برای تغییر چهره جهانی این کشور و نیز برای کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی ارائه کرد. زنان برای نخستین بار اجازه رانندگی یافتند و توانستند به ورزشگاه ها نیز بروند. در 5 ماه جون چندین کشور بزرگ عرب قطر را به پشتیبانی از هراس افغانی و ایران متهم ساختند و روابطشان را با این کشور قطع کردند. عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین در یک اقدام هماهنگ روابطشان را با قطر قطع کردند و سپس یمن، لیبیا و مالدیف نیز با آنان پیوستند. تمامی راه‌ها با قطر نیز بسته شدند. گروه داعش در سال 2017 میلادی در عراق و سوریه شکست خورد. هرچند این گروه هنوز هم در این کشورها به حمله های دست می زند، اما دیگران توان گذشته را ندارد و انتظار می رود که تا چند ماه دیگر به گونه کامل از میان برده شود. اما در سال 2017 شمار دیگر از کشورهای جهان به شمول افغانستان، پاکستان و کشورهای اروپایی هم گواه حمله های مرگبار داعش بودند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتون می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. صادر کنندگان قانون کشور تلاش دارند که با کمک ادارای توسعه امریکا قانی های شاندا به بازارهای امریکا و اروپا برسانند. انجمن صاحبان صنایع قالین در پایتخت میگویند که در یک ماه گذشته قالین های گوناگون را به ارزش 48,000 دلار به بازارهای لس آنجلس و واشنگتن دی سی فرستادند. آنان میگویند که با رسیدن قالین های افغانستان به بازارهای امریکا بهای آنها تا دو برابر افزایش مییابند. زبی جهان مل گزارش میدهد. اداره توسعه جهانی امریکا در چارچوب برنامه تجارت و درآمد قالین های صادراتی افغانستان را به امریکا انتقال می دهد. مسئولان انجمن صادر کنندگان قالین کابل می گویند که در حدود یک ماه گذشته به صدها متر مربع قالین با پرداخت هزینه انتقال از سوی اداره توسعه جهانی امریکا به بازارهای این کشور رسیدند. که اینا را سپورت کردن که شپنت لس آنجلس ما رسیده در لس آنجلس مشتری ما تسلیم شده و شپمنت واشنگتن ما متاسفانه با رخصتی های سال نو برابر شد در فعلا در استانبول است. از سوی هم شمار از صادر کنندگان قالین که برای صادرات قالین هایشان به بازارهای امریکا و کانادا آمادگی دارند میگویند که اگر روند صادرات قالین های آنان ساده تر شود آنان حاضرند که بخش زیادی از قالین های زیبا و ظریفشان را به امریکا صادر کنند.
قالین ما در موقعش به دست مشتری خود برسانیم و در قسمت دیگه که برای ما قسمت ویزا برای ما داده شده که ما بتونیم در اونجا رفت آمد بتونیم و فروشات بتونیم در اونجا. در کنار سایر بازارهای جهان، بازارهای امریکا و اروپا از پرفروشترین بازارهای قالین افغانستان هستند. ما گفته می شود که در حال حاضر با در نظر داشت کیفیت بلند قالین های افغانی، شمار زیادی از امریکاییان به فرش و قالین افغانی دلبستگی دارند. با این هم نرخ شمار از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 69 افغانی و 65 پول، یک یورو 83 افغانی، یک درهم امارات 18 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 633 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکرد. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. مسئولین بورد کرکت کشور امروز تا یه نشست خبری فلیپ سیمنز را به حیث سرمربی جدید تیم ملی کرکت کشور اعلام کرد. در این نشست خبری مسئولین بورد کرکت کشور گزارش سال 2017 و پلانهای سال آینده میلادی را به رسانه های کشور شریک نمود. نخستین خانه تکواندو در هرات گشایش یافت. هدف از ساختن خانه تکواندو در این ولایت آموزش حرفه‌ای این ورزش به گونه علمی گفته می شود. مسئول انجمن ورزشکاران هرات می گوید که قرار است در این خانه تیم های منتخب تکواندو هرات تمرین کنند و آموزش های عالی این رشته را سوی مربیان تکواندو آموزش ببینند. رقابت‌های لیگ فوتبال 14 سال کشور روز گذشته با 3 دیدار پیگیری شد که رسول شهید 3-0 عدالت را شکست داد. هندوکش شمال 4-1 هندوکش غرب را در هم کوبید و پامیر نیز 3-0 کابل کلب را مغلوب کرد. این رقابت‌ها همه روزه با برگزاری 3 دیدار در استادیوم ورزشی غازی پیگیری می‌شود. رقابت‌های لیگ برتر زیر 14 سال کشور نزدیک به 2 ماه قبل با شرکت 12 تیم شهر کابل و هدف پیشرفت این رشته ورزشی آغاز شده است. سرینا ویلیامز تنیسور مشهور آمریکایی بار دیگر به میادین ورزش برگشت. این تنیسور مشهور بعد از چندین ماه وقفه نخستین حریف خود را شکست نتوانست حریف خود را شکست بدهد، اما او میگوید که از آمدن به میادین خرسند است. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.